رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتهامات وارد شده بر رئیس دارانشای این کمیسیون مبنی بر انجام تقلب در روز انتخابات را رد کرد. احمد یوسف نورستانی روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت مداخله پلیس نسبت به این مسئله در روز انتخابات سبب شد که شماری از مردم در نواحی مختلف به دلیل نرسیدن اوراق رایدهی به مناطقشان از حق رای محروم گردند. آقای نورستانی گفت ضیاءالحق قمرخیل به دستور کمیسیون مستقل انتخابات به محلی که پلیس در آنجا موتر حامل اوراق رایدهی را متوقف ساخته بود فرستاده شده بود. وی همچنان گفت که پلیس خلاف قانون موتر حامل مواد حساس انتخاباتی را با خود برد و پس از پایان روند رایدهی دوباره به این کمیسیون آورده است. پلیس خبر میشه اینجا آمدن و این مواد را اونجا استاد کردن. آقای عمرخیل به عمل چیز کم دو بچه که غلمغال شد مواد اینا اجازه نمیدن و مردم هم دستور به مظاهره داشتن که باید مواد برشان برسه. این برامد که مسئله را حل کنه. مواد در اینجا بوده، نه در کدام کوچه برده شده، مواد رسیده نتانست و مواد نمیجا مواد، این مواد هم پلیس برده در حالی که قطعا حقشان نبود مواد. بعد از طرف های پنج بجه چیزی کم پنج بجه دوباره آوردن به کمیسیون. آقای نورستانی خواهان تعیین یک هیئت بی‌طرف در خصوص رسیدگی به این قضیه شد و افزود که ناظرین ملی و بین المللی نیز می توانند در ارتباط به این مسئله تحقیق کنند. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی جنرال ظاهر ظاهر قمندان امنیه کابل متهم به انجام تقلب در پروسه انتخابات شد. پس از آن عبدالله عبدالله یکی از نامزدان رئیس جمهوری نیز آقای قمرخیل را متهم به انجام تقلب در انتخابات کرد. آقای عبدالله گفت وظیفه رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به سبب تقلبی که انجام داده باید به حالت تعلیق درآورده شود. اما احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هر شخص یا ارگانی که شکایتی در خصوص تقلب و تخطی انتخابات داشته باشد باید شکایتش را به کمیسیون شکایت انتخاباتی این کشور ثبت کند. آقای نورستانی از نامزدان خواست تا از اظهارات که استقلالیت کمیسیون انتخابات افغانستان را زیر سوال قرار می‌دهد خودداری کنند.